یکی بو یکی نبو غیر خدا هشکی نبو غیر خدا هشکی نبو. اینا وقتی ما بچه بودیم اول همه قصا میگفتن. چرا میگفتن؟ آفر نمیدونم، به خاطر اینکه اول خدا تنها بوده، بعدش جونورا رو آدما رو خلق کرده. چرا خدا تنها بوده؟ نمیدونم ماده، من که حکمت خدا خبر ندارم. او دوباره این شروع کرد. بگو الفت قصه تا بگو. Je présente le bâtiment historique à langue française. Maintenant, nous sommes dans la maison Monsieur Behnam. Ici, la maison Monsieur Behnam. La maison Monsieur Behnam, il y a 240 ans. که خوشبختانه از دوره زندگی تا کنون زندگیه؟ بله تا کنون سبک معماریش به سبک معماری زندگی است. سه تا فیلم این زمان بازی کردم. سه تا فیلم؟ سه تا پنج تا. خوبه دیگه، عالیه. دوست شهریارم هستم، نگاه کنید. بله اونم شما این؟ اونم بله هستم. بله بله انشالله سلامت بشه. پاییس این سالم اینها عجیبه ها. واقعا خدا تو عالیه. با این موسوی کشم در برنامه فیلم. این خودم اصلا وقتی چه جوان بودم از روی احسی چه از این سیم سال امتران. بیدم آقای سیف الله روشنی عزیز، انشالله اگه قسمت شده من فیلم در تبریز ساختم شما در اون باز میخواید. تشکر میکنم از حسن زن شما و حسن انتخاب شما. ما پولم میدیم. خیلی ممنونم. پولم ندید برای ما قبوله. در حقیقت رفته دارم یه رمان بنویسم راجبه 13 تا دانش آموز که بدون اجازه مادر پدرشون را میفتن میرن جبهه و بی خبر و از این 13 نفر شاید بله از این 13 نفر 6 نفرشون برمیگردن، یه نفرشون هم زخمی برمیگرده و 6 نفرشون مفقود میشه. بعد دیگه من وقتی که با مادر پدر اینا آشنا شدم، البته یه چند تایشون و باشون مصاحبه کردم، اختر نیازپور یکی از اون آدم ها بود. یه مادر خیلی ریز میزه و ریز نقشی بود، اومد و پیش من شروع کرد صحبت کردم با لهجه کردی و خیلی جاش رو واقعا حرفاش بر من خیلی مفهومم حتی نبود، ولی من یادداشت میکردم تا اونجا که میتونستم میفهمیدم و ضبط میکردم صداشو. ولی این جملهش که رادیو به کمر خودم بستم برای اینکه منتظر شنیدن خبری از پسرم بودم و میخواستم صداشو از رادیو بشنوم، برای من خیلی بار دراماتیکی داشت. در هم با گلاره آمدیم اونجا مسجد از استخون شطوره و زمینه چوبشون چوب گردو هست، یا این علی از چوب کاج کاسه و علی کاسه هست، یه تیکه هست. البته اینا به همش کار دخکانمایی هستش، ولی میشه گفت بیشترش کار دخکان دانشجو هست که فوق‌العاده است. یعنی من واقعا انتظار نداشتم، خیلی حرفه‌ای و عالی که در حقیقت موزه براشون گذاشتن و به نظرم هم که باید این موزه عمومی بشه و همه بیان ببینن. بعضی از کارا واقعا فوق‌العاده است. به هر حال اینم 50% از نیروی جامعه است که باید از هوش و استعداد و توانمندیشون استفاده بشه. خانه گنجی زاده که حالا اونم اگه فرصت بشه. همین این حیات این قدکی. این برای قدکیه. اون خونه ای که الان بخت اداری ما دفتر من اونجا بهنامه که قدیمی ترینشونه، حتی میگن زندیه، ولی خب زندیه نیست، ولی خب خیلی قدیمی ترین، از همه قدیمی ترین. یه دونه هم خانه صدقیانی که جدیدن خریداری کردیم از مالکی که دارن برای برسی که یه عکسی که پیدا کردن دوباره، چون توی جنگ ایران عراق یه دونه موشه خورده بود. بابا فضای اجتماعی چه ربطی به جنگ داره؟ من میگم معماری ما هم ربط داره به جنگ. الان میگن یه موشک خورده اونجا معماری ما رو از بین برده. و 8 سال ما چقدر تو زندگی مردم تنیده است، تو هنرمون تنیده است. خب من آخه یه فیلم دیگه هم ساختم به اسم ننه مریم که مستند بود. آره خیلی هم اونم راجبه یه زنه و یه مادر، دائم با این موضوع زن و مادر سرکار داشتم و
همیشه به هر حال احساس میکنم که خیلی جای پرداختن داره و برای خود من به شخصه و فکر کنم برای همه آدم های نقطه در حقیقت نقطه ضعف ما هم هست، یعنی اسم مادر که میاد هممون دلمون میلرزه یه جورایی. یه خورده چیزم دیگه، من سنتی رو دوست دارم، نه که اصالتاً هم یزدیم، هر وقت یزد میرم غصه میخورم که چرا همه چیز داره مدرن میشه، اون فضای سنتی داره کمرنگ میشه. الان شما این حس و حالی که الان اینجا داره، انرژی که الان توی خونه قدیمی که الان شده دانشکده معماری رو ببینی، مثلا با فضای مدرن قابل مقایسه نیست. مادر بزرگم که الان به رحمت خدا رفته، خاله هام دایی‌ام اینا هنوز تو همین فضا زندگی میکنن، البته خونه ها کوچیکتره ولی هنوز اون بافت قدیمیشو داره. دوست دارم واقعا اگه یه روزی خونه ای داشتم، خونم کاملا فضای سنتی داشته باشه، پر از این پیچ و تاب ها و فضاهای تو در توی لابیرنتی که خیلی خونه رو پر از در حقیقت معما و جذابیت میکنه. حتما در آینده کارهای خواهم داشت که یه مادر رو در فضای اجتماعی نشون بدم، فضای دیگه. ولی این بستر جنگ خیلی برای همه ما حوادثی از این دست رقم میزد. ما میدیدیم زنان چشم انتظار و زنان صبور، و هنوز هم زنای جانباز داریم که خیلی زنان صبوری هستن. به هر حال میگم یه بخش جدایی ناپذیر از ماست، وقتی که هنوز 12,000 نفر در سردشت مبتلا به مسمومیت شیمیایی هستن، من چطور میتونم فاصله بگیرم از این فضا؟ حالا تو ذهنم هست که یه سگانه کار بکنم راجع به زنان و جنگ، حالا اگه فرصتش بشه، ولی خب حتما میخوام بینش یه کار دیگه انجام بدم که این تصور نشه. حالا من یک موضوعی حالا دیده شده و موفق شده، حالا من هی میخوام اون تکرار کنم. اللهم صل علی